جناب استاد، معادلات در منطقه چگونه است؟ آیا پس از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده، معادلات منطقه کاملا تغییر کرده و یا آهسته آهسته به طرف تغییر کردن روان است؟ تشکر، با عرض سلام. البته بدون شک من به نظر شما موافق هستم. در قدم اول باور من هست که سفر آقای منموهن سینگ از قبل تر هشته بود. این باندک تفاوت زمانی که به کابل میه، شاید که اجندا یک مقدار تغییر بکنه. در دستور کار ایندی ها توافقات استراتژیک بوده، اما زمانش مشخص نبوده. فکر میکنم تحریک بعدا صورت گرفته که باید مسئله توافقات استراتژیک در این مقطع بیان شود. البته ناممکن است که توافقات استراتژیک یا برنامه ایجاد برنامه راهبردی میان افغانستان و هندوستان در هماهنگی با آمریکا صورت نگرفته باشد. در حقیقت باور من است که بسیاری از قطبندی هایی که در منطقه قبلا تصورش می رفت داره ضعف می شه و جابجایی های جدید صورت می گیره. در حقیقت این موقع بسیار خوب بود که رهبری هندوستان در یک زمان مساعد که انگیزه در افغانستان برای قبول خواسته هایشان مساعد است، مسائل را که خیلی برایشان اهمیت داشت بیان کردن. در حقیقت بحثی که آقای سینگ مطرح میکنه یک بحث کلی است، یک بحث جامد است و یک بحث بزرگ است. به طور مثال آمدن رهبری پاکستان به افغانستان توهم با تهدید و یک بسته از مشکلات بوده. به طور مثال اگر شما با دولت امریکا ماهنگی بکنین، توافق بکنین، شاید که به مناسبات شما در منطقه آسیب وارد بکنه. اما برخلاف زمانی که آقای سینگ میا با دید گشاده، با برنامه های کمکی و با یک هزینه بلندی که میتونه یک پشتوانه خوب بر بازسازی افغانستان باشه، وارد افغانستان میشه. و از طرف دیگه استاد، پرسش اساسی این است که پس از آمدن یا در جریان آمدن نخست وزیر هند، رئیس جمهور پاکستان میره به روسیه و از طرف دیگه به مقسمت به طرف چین زیاد میشه. بله، یعنی معادلات منطقه کاملا در حال تحول و تغییر است. از طرف دیگه صحبت های از پاکستان بلند میشه که ما دیگه با سازمان استخباراتی پاکستان، با سازمان استخباراتی آمریکایی کردم که داره جابجایی های جدید در منطقه صورت میگیره. احتمالا رفتن رئیس جمهور پاکستان به روسیه چند مسئله را میتونه با خود داشته باشه. در صورتی که اگر زیاد تصورش هم قوی نیست که کار صورت بگیره، اما شاید پیشنهادات داشته باشه. در صورتی که اگر پاکستان بتونه متحد خوب برای روسیه در آینده باشه، شاید تقاضاهای از روسیه بکنه که ظاهرا خود تقاضای پاکستانی بوده به خاطر مدرنیته ساختن انرژی پاکستان. بله، پاکستان دقیقاً از تسلیحات اتمی که در اختیار خود داره در قسمت ایمنیش و حفظ و حراستش نگران است و شاید برای حفظ و حراستش از لحاظ تکنیکی با متخصصین روسی ضرورت داشته باشه. در پالویش بیشترین نقل و انتقالات مسائل لوجستیکی نیروی ائتلاف شاید از طریق خاک روسیه صورت بگیره و در صورتی که اگر روسیه با دولت پاکستان به توافق زمینی برسه، شاید یکی از امتیازات که پاکستان از روسیه بخواهد بگیره یا پیشنهاد که بکنه ایست که نباید از این موقعیت نیروهای ائتلاف با یک نرخ ارزان استفاده بکنه. و در قدم دوم ایست که شاید دولت پاکستان تقاضای تسلیحات بیشتر هم بکنه، برای این که آخرین تحولاتی که در پاکستان صورت گرفت نشان داد که سیستم تسلیحاتی پاکستان به اندازه کافی آسیب پذیر است. به طور مثال احتمال استفاده از تیاره های آواکس در جریان ماموریات خیلی متصور است که دستگاه های رادار پاکستان خیلی آسیب پذیر بوده. پس باور من هی است که این روابط در یک سطح پاکستان محدود باقی نخواهد ماند. که تا 15 دقیقه پس از عملیات ما در جریان نبودیم که عملیات ما هم با نظر شما موافق هستم. و از طرف دیگر یک سفر دیگی از مقامات پاکستانی به چین است که در حقیقت اینا میخواهند روی مسائل امنیتی منطقه، قدرتمندی بیشتر این و چین در منطقه به یک توافق نسبی که شکل یک بلاک یا یک امپیمان یا دوست باشه اینا با هم داشته باشن و خواسته و نخواسته افغانستان گزینه جز رفتن به طرف توافق استراتژیک با دولت امریکا و دولت هند نداره. و شما فکر میکنین در منطقه که افغانستان سرحد بزرگی که با پاکستان داره و از طرف دیگه کشورهایی که علاقه مندی بیشتر بر روسیه دارن، اینا ظاهرا به نفع افغانستان نمیشه؟ ببینین ما در میان
گزینه های قرار داریم که باید یکش انتخاب بکنیم. ما تجربه میکنیم، با گذشته ها میریم. ما قبلا در بسا موارد عاد بحرانی تجربه دوستی همکاری با ایران هم داشتیم و با پاکستان هم داشتیم. به طور مثال در زمان مقاومت ایران به مو اندازه نیروهای مقاومت کمک میکردن که زنده باقی بونن، و یا در جریان حمایت پاکستان در دوران طالبا پاکستانی ها به یک دید منفی برای طالبان صرف انگیزه جنگ، تخریب و آتش هم میدادن. در حالی که آخرین سفرهایی که در منطقه صورت میگیره و آمدن نخست وزیر هندوستان به افغانستان نشان دهنده هست که هند با یک دید مثبت وارد افغانستان میشه، با دید یک دوست، با دید همکاری های باز، عدم تهدید از این برنامه برای کشورهای ثالث و غیره و غیره. و در حقیقت هیچ جای انتقاد برای هیچ منتقد در داخل افغانستان باقی نمیگذاره که آمدن این دیها با ضرر و با مشکلات همراه است. همش برنامه های توسعه، دادن کمک ها، دادن وام و تداومی کمک ها برای آینده و ایجاد یک دوستی دائمی در منطقه باشه. سپاس از شما. خانم سادات، پرسش اساسی این است که آیا پاکستان در برابر پیمان استراتژیک افغانستان با هند سکوت خواهد کرد؟ غیر از سکوت نمیتونه دیگر رای داشته باشه، به خاطر از اینکه ولی ببینین ما شاهد حمله انتحاری و سفارت هند بودیم که 28 کشته بر جا گذاشت، همچنان بر هتل ایندی ها که 16 کشته بر جا گذاشت، و در اون زمان صحبت از جنگ و درگیری روبرویی که حدودا یک سال هم نمیگذره. حادثه سفارت هند سرطان سال گذشته بود و حالا درگیری روبروی پاکستان، باز هم میدان پاکستان و هند میدانش افغانستان خواهد بود پس از امضای پیمان استراتژیک. من فکر میکنم پاکستان آل در یک وضعیت قرار داره که آل مصروف خود است بیشتر، و کشته شدن اسامه در نزدیکی اسلام آباد و یکی ثابت ساخت تروریسم رهبریش در اوجه وجود داشته، تمویل و تربیه و تجهیز اعضای تروریسم در اوجه صورت میگرفته و بالاخره به یک کشور امروز مشهور شد به جهان که این کشوری که تروریسم صادر میکنه. و در این وضعیت که پاکستان مصروف خود هست، خب در خفا کارهای یا برنامه های خود داشت به خاطر نزدیک شدن بیشتر هندوستان به افغانستان، ولی اجالتا به خاطر از اینکه بیشتر زیر فشار است هم از طرف جامعه جهانی به خصوص امریکا و اینکه آمدن نخست وزیر هندوستان با افغانستان هی هم یک فشار مشترک است بالای کشور پاکستان، به خاطر از اینکه واضحا منموهن سینگ نخست وزیر هندوستان در صحبت‌های خود یاد کرد که مردم افغانستان و مردم هندوستان هر دویشان متضرر هستند از تروریسم، و یاد کردند که ما با کشور منطقه نباید مقابله داشته باشیم بلکه همکاری داشته باشیم. من فکر میکنم که در این وضعیت که پاکستان قرار دارد نمیتونه که کدام موانی یعنی صد رای روابط افغانستان و هندوستان شده بتانه. سپاس از شما. آقای سهیل، افغانستان، حکومت افغانستان و دولت افغانستان میتونه که از یک طرف با هند پیمان استراتژیک داشته باشه و از طرف دیگه پاکستان ناراض نشه، یعنی حفظ توازن کرده میتونه؟ ای برحال امر بسیار دشوار است ولی ناممکن نیست، بستگی به خردمندی و دوراندیشی و توانایی به اصطلاح رهبری افغانستان داره. برحال افغانستان سالهای متمادی درگیری از این جنجال و از این مشکل بوده، و در موارد ما مشاهد بودیم که برحال حداقل میشه آدم مثال بزنه تا پیش از حکومت به اصطلاح کمونیست ها، موقعیت افغانستان در برابر پاکستان تا حد زیاد یک موقعیت به اصطلاح مزمحل و به اصطلاح کوچک نبوده. اما ای که در این سالها وضعیت به ترتیبی شده که پیوسته پاکستان نقش به اصطلاح بسیار گستاخانه در مسئله افغانستان داشته، ای عمدتا ناشی از ناتوانایی های مدیریتی رهبری افغانستان میشه. اما در رابطه به ای که به هر حال پاکستان چقدر توانایی رقابت در سطح کلان را با هند داره، من فکر میکنم که او دوره گذشت دیگه، او دوره تمام شد و به اصطلاح به قبرستان تاریخ سپرده شد، برای از اینکه به هیچ صورت در شرایط حاضر ما نمیتونیم توانایی های هند را با توانایی های پاکستان مقایسه بکنیم. و از لحاظ مسائل ارزشی هم شما نگاه بکنیم که هند کلانترین دموکراسی دنیاست و باثبات ترین در واقع
نهادهای مردمی را در داخل مرزهای خودش داره و از لحاظ به اصطلاح گسترش و پخش ارزش‌های دموکراسی نقش بسیار گسترده‌ای داره در منطقه ایفا میکنه. بنابراین من فکر میکنم که او توانایی و او به اصطلاح قدرت دیگه در پاکستان وجود نداره که بیاید با هند رقابت بکنه. آه ممکن است قرار باشه در افغانستان رقابت داشته باشن، دستی که بلند است. خب ببینند آیا افغانستان واقعا میدان رقابت است؟ ببینند نوع رقابت را که متاسفانه پاکستان انتخاب میکنه، یا به اصطلاح ما بهش میگیم اما جنگ نیابتی، چون پاکستان قدرت مقابله رویارویی با هند را در میدانهای رویارویی و به اصطلاح علنی نداره، نه به یک جنگ نیابتی به اصطلاح توسل می جویه. و در این جنگ نیابتی متاسفانه ابزارهایی را که پاکستان استفاده میکنه، این ابزارها ابزارهای به شدت خشن، به شدت به اصطلاح وحشی و گستاخانه است و این ابزارها در واقع در تضاد و تقابل بسیار جدی با ارزش‌هایی را که هند عرضه میکنه قرار داره. شما نگاه بکنید در سخنرانی آقای سنگ نوع برخوردی را که این سیاستمدار به اصطلاح هندی با حکومت به اصطلاح ناتوان و ضعیف و کشور ضعیف و ناتوان مثل افغانستان پیش کرد، در واقع از نهایت تواضع و به اصطلاح مخیشتنداری از این حکومت و از این دولت مرد به اصطلاح ناشی میشد. برخورد بسیار مساویانه و شما نگاه بکنید که ما متاسفانه حتی از بسیاری از دوستان بنگالی خودمان چنین لحنی را حداقل در سالهای گذشته شاهد نبودیم. وقتی که چرا این به دنبال کدام منافع بزرگ خود از در افغانستان که چنین لحنی را به کار میبره؟ نه ببینید اول ما میخوایم این لحن را توضیح بدم. نه این بسیار یک نقطه قابل عطف است. برخورد هند با افغانستان در واقع آقای سنگ نشان داد که یک برخورد برابر است، یک برخورد مساوی است، یک برخورد از موضع یک دولت به اصطلاح آقامنش و بادار نیست، یک از موضع یک حکومت دستور دهنده و یک دوست دستور دهنده نیست، بلکه از موضع یک دوست برابر است و این فرق میکنه. متاسفانه ما در منطقه قرار داریم که حتی کشورهای بسیار ناتوان و حکومت‌های مستبد دیکتاتور که نمایندگی از مردم خود و از به اصطلاح از خواستا و آرمان‌های مردمشان نمی‌کنند، با ما همیشه و پیوسته از موضع یک نابادار برخورد کردن، با ما دستور میدن که چی بکنیم چی نکنیم، در حالی که هند برای حکومت افغانستان و برای نمایندگان مردم افغانستان میگه که شما هی حقتان است و ای در قلمرو حاکمیت ملیتان شما هرچی تصمیم میگیرین این جزء به اصطلاح صلاحیت های شماست و هیچ کس حق نداره در این مداخله بکنه. من فکر میکنم این نقطه قابل حذف است و ای در واقع یک نوع موقعیت و فرصت را فراهم میکنه که ما با هند در واقع یک دوستی بسیار بی‌آلایش را در واقع تدوین بکنیم و در راستای اون دوستی بی‌آلایش این را تحکیم بخشیم. سوال در سیاست دوستی بدون آلایش هم وجود داره؟ ببینن حداقل موضوعی را که هندی ها دیروز در پارلمان افغانستان بیان کردن، من فکر میکنم یک موضع بی‌آلایش بود. طبیعتا من قبول میکنم با شما که در سیاست موضع بی‌آلایش وجود نداره، همیشه پیوسته منافع یا مسائل در پشت به اصطلاح سیاست گذاری ها قرار داره، اما قضاوت ما حداقل در رابطه با آنچه که اتفاق افتیده و آنچه که شاهد بودیم امی است که تا به حال موضع هند در رابطه با افغانستان یک موضع بی‌آلایش بوده. سپاس. بیننده عزیز، میان برنامه کوتاه داریم، دوباره منافع هند را در افغانستان با استاد نجیب محمود در جریان می‌گذاریم.